مصر دومین بار به آن پا می‌گذارد تا به چند اتهام پاسخ دهد. خیانت به کشور، جاسوسی، تهدید به قتل و فرار از زندان رژیم حسنی مبارک در بحبوحه انقلاب مردمی 3 سال پیش. علاوه بر مرسی، یاران نزدیک مرسی نیز که از سران اخوان المسلمین هستند همراهش بودند. محمد بدی، محمود عزت، سعد الکتاتنی، محمد البلتاجی و اسامه العریان. 83 محمد مرسی عیسی العیاط. مراسم امروز دادگاه جنایی مصر به طور زنده از تلویزیون مصر پخش شد تا اخوانی ها بیش از پیش در نظر مردم کوچک شوند. محاکمه مرسی در حالی به صورت زنده در قفس اتهام پخش شد که جلسات محاکمه فرسایشی حسنی مبارک، دیکتاتور پیشین مصر، شکل غیر علنی و ظاهری به خود گرفته است. دادگاه جنایی قاهره میگوید جلسه محاکمه مرسی را زنده پخش میکنیم تا مردم در جریان و سیر بررسی پرونده قرار بگیرند. اما زمانی که مرسی در دادگاه جنایی محاکمه میشد، طرفدارانش در بیرون و در میدان رامسس قاهره به تظاهرات برخاسته بودند. تظاهراتی که مقابله نیروهای امنیتی را در پی داشت. در جای دیگری از قاهره نیز جنرالی به نام محمد سعید که از مسئولان پلیس و مشاور وزیر کشور مصر بود ترور شد و یک افسر پلیس هم به دست افراد مسلح ناشناس از پای درآمد. مصر در چرخه ای از خشونت و دودستگی افتاده است. در عرض یک هفته چندین انفجار و حمله انتحاری و هدف گرفته شدن بالگرد ارتش در سینا تا کشته شدن 50 نفر از دانشجویان و هواداران اخوان در تیراندازی نیروهای امنیتی مصر. حال همزمانی نمادین محاکمه محمد مرسی منتخب ولی برکنار شده با اعلام آمدن ژنرال سیسی به صحنه آشکار سیاست و نامزدی برای تصاحب سمت ریاست جمهوری، بزرگترین کشور عربی را بر سر دوراهی آرامش شکننده در آینده یا سرکوبی دیگری قرار داده است. دوراهی که دیدگاه متفاوت مردم مصر از همین حال آن را تقسیم کرده است. سرلشکر عبدالفتاح السیسی حق انتخاب ندارد. اکنون حکومت بر مصر و تامین امنیت ملت مصر وظیفه اوست.